دقیق بفرمایید دوستان، مبحث رنگ ها در زبان فرانسوی. رنگ در زبان فرانسوی لا کولور گفته میشه، لا کولور رنگ هست و طبیعتا جمعش ل کولور هست، ل کولور رنگ ها. خب خواهش میکنم شما به دنبال بند تکرار بفرمایید. خب طبیعتا قبل از اینکه بخونیم این نکته رو حتما میدونید که وقتی که ا در پرانتز هست یا اون حرف ای انگلیسی در پرانتز هست، نشون دهنده این هست که برای اسمهای مؤنث باید از در واقع اینها استفاده کنیم. اونها باید یک ا رو یا یک همون ای انگلیسی رو به پایان رنگ اضافه کنیم. ضمن اینکه در مثال ها هم کاملا متوجه خواهید شد. یک نکته مهم این است دوستان که ببینید در واقع رنگ ها مثل صفت ها استفاده میشن. رنگ ها صفت محسوب میشند در زبان فرانسه و به دنبال اسم معمولا به کار میرن. خب بلو رنگ آبی هست، بلو آبی، بلو آبی، ور سبز هست که اگر او در پایانش باشه و برای اسمای مؤنث بخوایم استفاده بکنیم میشه وقت. برای فمینا وقت هست، برای مسکوله یا مذکر ور هست، ور وقت. روژ قرمز هست، روژ قرمز هست. غوز صورتی، غوز، غوز همون روز در واقع. پورپر، پورپر. ببینید اقی که به دنبال پ اومده بلافاصله به دنبال پ قرار گرفته به صورت. دوستان عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام. موفق باشید.